درود فارسی به تمام پارسی زبونه ها خیلی چاکریم امیدوارم روبه باشین دو مشتی روزی پر از افتخار همیشه هم سربلند باشید اومدیم باز براتون با اساتیر ایرانی خیلی چاکریم اطلاعاتم از پیجی که میذارم چه تو ویدیو چه تو دیسکریپشن مطالب با چسب اجازه از ایشون برداشتیم و داریم ویدیوشون میکنیم کم کم و اینکه قسمت های قبلی رو ندیدید میاد بالا حالا یا این ور میاد یا این ور دقیقا نمیدونم ولی خب فکر کنم این طرف میاد در کل چه خیلی چاکریم لایک و کامنت و سابسکرایب یاد نره زنگوله هم بزنید بذارید رو آل که هر موقع ویدیو میذاریم اولین نفری باشید که میبینید و خیلی چاکرین بزن بریم سراغ ویدیو خیلی خوب رفقا اولیش شیشکه در باور مردمان شمال و شرق افغانستان زنی به نام شیشک وجود دارد او به خوردن جگر علاقه دارد و قربانیان او اغلب اطفال و زنان زچه هستند زنان زچه زنی که زایده باشد تا چهل روز اوکی شیشک چشمان کشیده و خونالود گیسوانی بلند و بدنی بدبو دارد او اغلب لباسهایی سفید یا سیاه پوشیده و معمولا در ویرانه ها بسر سر میبرد ببخشید روایت از زنی که چهل روز خود را نشوید ناخونهای خود را نگیرد و موهای خود را شانه نزند تبدیل به شیشک می شود خیلی خوب بعدیش کوه میره بله در باور مردمان بختیاری نشین یا همون چامحال بختیاری و خوزستان شکارچی به نام کوه میر وجود دارد کوهمیر مردی قد بلند و چارشانه با هیکلی درشت است او در مناطق کوهستانی از فاصله دور به هر که شلیک یا سنگ پرتاب کند باعث مرگ آن می شود معروف است هر کسی کار اشتباهی کند به او میگویند کوهمیر زنات یعنی به حلاکت برسی حالا اون زنات ها نمیدونم چون من لور نیستم درست نمیتونم تلفظ بکنم لفظ های لوریو و گویش لوریو اگه لوری داری میبینی معذرت ای دلاور مرد خیلی خوب رفقا بعدیش کیسلگوریه در باور اقوام لور دوباره برمیگردیم به لورای دوست داشتنی بله به خصوص تایفه بالا گریوه باز نمیدونم آقا من یه موقع اشتباه خوندم موجودی به نام کیسلگوری وجود دارد کیسلگوری که همان لاک پشت داخل تالاب بود کودکانی که وارد آب می شدن را با خود به زیر تالاب می برد و سعی می کرد آنها را خفه کند مادران برای جلوگیری از ورود کودکان به تالاب آنان را با گیسرگوری می و میگفتند اگر گیسر شما را بگیرد فقط زمانی که اسب ها شیه بکشند شما رو شما رو رها میکنه و اگه اسب ها شیه نکشند شما رو میکشه بعضی از بچه ها اسبی را با خود کنار رود یا همون تالاب یا دریاچه می بردن و او را به درختی میبستند تا کسل از اسب میترسید به آنها نزدیک نشود ببین بچه یا کلا جوانان ایرانی و قیور همیشه یه راه حلی دارن تمشون جم خیلی با... خیلی بال بود با. خیلی خوب بعدی علی سنگچ در باور مردمان فاروق شهرستان مرودشت استان فارس آقا من یه موقع اونو باز دوباره اشتباه خوندم معذرت ماچ به تک تکتون موجود به نام علی سنگک وجود دارد علی سنگک قولی است که در کوهستان زندگی می کند کودکان به کوه ها رفته و از او سوال میپرسند و او نیز پاسخ میداد مثلا میپرسیدند علی سنگک نون میخوای یا پهلو؟ او جواب میداد پلو 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 ببخشیم پهلو چی بود من خوندم <applause> پلو بود ببخشیم نون میخوای یا پلو؟ او هم جواب میداد پلو, پلو 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 این پاسخ در واقع همون انعکاس صدا در کوه بود دمشون گرم کوه ها به چی چی تشبیه کردن داشای مردشتی اون خیلی خوب بعدی پارندی یا پارند پارندی یا پارند ایزدبانوی نگهبان نگهبان دارایی و ثروت مردمان است او که از یاران و همراهان نزدیک ایزدبانو اشی است از گنجها و ثروتهای پنهان در قارها و معادن نیز پاستاری میکند صفت او چالاک است و در متن سی روزه میخوانیم که این ایزد ثروت و دارایی دارای ای تندرو است پرندی برسه به شما و زیبایاتون رو پاسداری کنه خیلی خوب میرسیم به بعدی که اسمش هست مر در باور مردمان جیروف در جنوب استان کرمان موجودی به نام مر وجود دارد مر شبیه به قورباغه در رحم زنان است که قسمتهایی از لبهای کودکان را میخورد میگه تو شکم زنان قورباغه است عجیبه لب شکری بودن کودکان را به مر نسبت میدادند کودکی که بالای لبش توسط مر خورده شده باشد را سرمر میگفتند سرمر خورده به معنای لبی که توسط مر خورده شده میگویند ولی اینکه تو بدن زنا قورباغه است <applause> یه چیزی خیلی ناهنجاره نمیتونم تصورش کنم خیلی بده <applause> نیست نیست که آقا دیگه خیلی چاکرم رفقا دمتون گم که با ما همراه بودید نگاه زیبا و اون چشمای خوشگلتون رو به ما دادید اگه از ویدیو لذت بردی که بذار یه ساب به ما برسه اگه با من حال کردی که بازم بذار یه ساب برسه کامنت بذار کامنت انگلیسی بذار ساباتون نرزه اگه ساب کردین در کل که خیلی چاکریم امیدوارم اطلاعات مفیدی رو بهتون داده باشم و در کل که خیلی چاکریم دمتون گرم باز که با ما همراه بودید تا ویدیوی بعدی به درود پارسی